نشست جهانی آب و هوایی سازمان ملل متحد در پاریس موسوم به COP21 از امروز دوشنبه 9 آذر ماه آغاز به کار کرد. رهبران و مقام‌های عالی رتبه 195 کشور جهان در اجلاس پاریس گرد هم آمدند تا برای رسیدن به توافق درباره کاهش تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای و محدود کردن افزایش دمای زمین تا بیش از 2 درجه سانتیگراد گفتگو کنند. نخستین مذاکرات میان نمایندگان کشورها از روز یکشنبه 8 آذر در محل برگزاری این نشست جهانی آغاز شد. هدف جلوگیری از افزایش بیش از 2 درجه دمای زمین بیش از آنکه مبنای علمی داشته باشد بر پایه ارزش‌ها و اهداف سیاسی استوار شده است. تحقیقات علمی بر جلوگیری از افزایش گرمای زمین بر مبنای 1 تا 4 درجه سانتیگراد تاکید دارند. برای رسیدن به این هدف تعریف شده از سوی دانشمندان باید میزان تولید گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 میلادی به میزان 40 تا 70 درصد کاهش یابد. تاکنون حدود 160 کشور جهان برنامه مشارکت خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با پدیده تغییرات آب و هوایی ارائه کردند. سازمان‌های بین‌المللی و کنشگران محیط زیست از رهبران جهان خواستند تا برای نجات تنها زیستگاه موجود بشر اختلافات را کنار گذارند. دانشمندان و محققان هشدار دادند اگر در نزدیکترین زمان ممکن گامی اساسی برای کنترل گازهای گلخانه‌ای برداشته نشود، تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی، فقر، کمبود آب و غذا بر آتش جنگ‌ها و نبردها خواهد افزود. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با نشست پاریس، کشورهای مختلف جهان صحنه حضور گسترده‌ترین راهپیمایی‌های مربوط به تغییرات اقلیمی در تاریخ بوده است. در روزهای یکشنبه 8 و دوشنبه 9 آذر ماه گروه‌هایی از فعالان محیط زیست در برزیل، آمریکا، بریتانیا، هلند، ژاپن و استرالیا به خیابان‌ها آمدند تا از رهبران خود بخواهند اختلافات را کنار گذاشته و عزم خود را برای رسیدن به توافقی مناسب جزم کنند. فعالان محیط زیست برای توصیف کمپین خود از شعار سیاره دومی وجود ندارد استفاده کردند. در فرانسه دولت به دلیل شرایط امنیتی پس از حملات مرگبار پاریس از شهروندان خواسته بود از تجمعات بزرگ دوری کنند. به رغم این درخواست روز یکشنبه تجمعی در پاریس برگزار شد و نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان را متفرق کردند. طبق این گزارش نیروهای پلیس دست کم 200 نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست رهبران جهان به پاریس رفته است و همراه فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود روز یکشنبه 29 نوامبر با حضور در محل کنسرت موسیقی باتاکلان به قربانیان حملات مرگبار پاریس ادای احترام کرد. چین و آمریکا مهمترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای هستند. رسیدن به توافقی در مورد کنترل این گازها میان باراک اوباما و شی جین پینگ میتواند تأثیر حیاتی بر توافق نهایی بگذارد. این امیدواری وجود دارد که کنفرانس پاریس سرنوشت نشست پیشین در کوپنهاگ را پیدا نکرده و نهایتاً به فرجامی برسد. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهوری ایران نیز که به پاریس رفته گفته است در صورت برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران این کشور قادر است که آلودگی گازهای گلخانه‌ای را به شدت کاهش دهد. وی از قصد ایران برای واردات سوخت پاک به کشور خبر داد. صبح امروز در شمال پاریس در 7 کیلومتری در شهرک بورژه نشست بین المللی اجلاس آب و هوا با حضور 150 کشور در این شهرک آغاز به کار کرد. نام COP21 برگرفته از همکاری و ابتکار سازمان ملل و عدد 21 نشان از 21مین نشست آن است. اولین نشست در برلن در سال 1944 ترتیب یافت و امروز 150 نماینده و رؤسای کشور به این نشست 12 روزه آمدن و به قول آقای فابیوز وزیر خارجه ما ناچاریم که در این موضوع موفق بشویم و هدف کاهش دادن وضع هوا از 1 تا 2 درجه کاهش است. چین به عنوان اولین آلوده کننده محیط زیست با 26 مرکز و پایگاه اتمی و سپس امریکا در مقام دوم در این نشست حضور دارد.
دیشب آقای اوباما به همراه آقای اولاند در محلی که کنسرت بتکلان انجام شده بود و در حوادث تروریستی 13 نوامبر 90 نفر قربانی گرفت حاضر شدند و مراسم کوتاهی انجام شد. آقای اوباما در این نشست قول داده که تمام توان خودش رو برای چاره‌جویی در امر محیط زیست به کار بگیره. امروز هر نماینده اجازه داره 3 دقیقه سخنرانی کنه. آقای اولاند در زمان استقبال دست 165 شخصیت سیاسی رو فشرد، مگر خانم معصومه ابتکار آمده از جمهوری اسلامی ایران که اجازه فشردن دست غیر رو نداشت. و باید اضافه کنم که امروز پرنس چارلز که شخصا به امر محیط زیست اهمیت میده علاوه بر آقای کامرون به این نشست آمده بودند. مراسم با 1 دقیقه سکوت برای قربانیان تروریسم 13 نوامبر آغاز شد و در این حال باید گفت که به دلیل قوانین وضعیت اضطراری و از آنجا که تجمع و هر نوع تظاهرات ممنوع بود، در ابتکاری چشمگیر 10,000 جفت کفش در میدان جمهوری به عنوان هشدار به آلوده سازی محیط زیست چیده شد. ولی متاسفانه ابدی اوباش با استفاده از موقعیت با پوشش چهره به پلیس حمله ور شدند و از جمع دستگیر شدگان حدود 350 نفر همکنون 317 نفرشان در بازداشت به سر میبرند و امید پلیس این است که برخلاف گذشته آنها آزاد نشوند و در محاکمه در دادگاه حاضر بشن. امشب آقای اوباما شام رو در کنار آقای اولاند خواهد بود و بر کسی پوشیده نیست که با همه اهمیت این نشست مسائل جاری و مطرح بین قدرت‌های بزرگ در این نشست مطرح خواهد شد. این جمله یادگار امروز هست که اگر همه مشکلات در پاریس حل نمی شود، ولی هیچ مشکلی رو هم بدون پاریس حل نخواهند کرد. پاریس، تلویزیون ایران فردا. منابع محلی در سوریه از تشدید حملات هوایی روسیه در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند. سازمان دیدبان بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز یکشنبه 8 آذر ماه اعلام کرد حمله هوایی روسیه به بازاری در اریها نزدیکی مرز ترکیه نزدیک به 60 کشته و مجروح بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، سوری‌ها از منطقه تحت کنترل جبهه النصره و احرارالشام در نزدیکی مرز ترکیه گزارش می‌دهند که در روزهای اخیر حملات هوایی جنگنده‌های روسیه در این منطقه افزایش یافته است. بنابراین گزارش، نیروهای داعش از اردیبهشت سال جاری در این منطقه حضور ندارند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فرمان اعمال 1 سلسله تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه را صادر کرده است. دستور آقای پوتین روز شنبه 7 آذر ماه صادر شده و بر اساس آن علاوه بر ممنوعیت واردات برخی کالاها از ترکیه، تمدید قرارداد کاری اتباع ترکیه که در روسیه کار می‌کنند نیز ممنوع شده است. در فرمانی که وبسایت کاخ کرملین منتشر کرده، اشاره بیشتری به کالاهای تحریم شده نشده، اما تاکید شده که پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه پایان می‌یابند و آژانس‌های مسافرتی نیز دیگر حق ندارند بسته‌های مسافری مشتمل بر اقامت در ترکیه ارائه دهند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نیز گفته است احتمال تکرار حادثه سرنگونی سوخوی روسیه در صورت نبود هماهنگی در بحران سوریه وجود دارد. و همچنین روز یکشنبه 8 آذر ماه خبر داد که جسد خلبان جنگنده سوخوی روسیه را به زودی به مسکو تحویل خواهیم داد. همزمان علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل که در دمشق به سر می‌برد بر حمایت ایران از شخص بشار اسد تاکید کرده و گفته تهران در هر شرایطی به حمایت از حکومت بشار اسد ادامه می‌دهد. آقای ولایتی در دیدار با رئیس جمهوری سوریه خطاب به وی گفته شما مایه مباهات و افتخار هستید و رهبر جمهوری اسلامی برای پیروزی بشار اسد دعا می کند. همزمان مراسم خاکسپاری 9 ایرانی و 7 پاکستانی مقیم ایران که در سوریه کشته شدند برگزار شده است. ایرنا نیز گزارش داده است که روز یکشنبه 8 آذر ماه مراسم خاکسپاری پرویز بامریپور که در سوریه کشته شده بود در رودبار جنوب در استان کرمان برگزار شده است.
همچنین مراسم خاکسپاری حمید سیاهکالی مرادی که در سوریه کشته شده است روز یکشنبه 8 آذر ماه در شهر قزوین برگزار شده است. خبرگزاری تسنیم همچنین به نقل از روابط عمومی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از مراسم خاکسپاری سلمان برجسته و عمر ملازهی در شهرستان نیکشهر، نظر محمد بامری، اسقر بامری، مراد عبداللهی و پرویز بامری در شهرستان دلگان و محسن سجادی در شهرستان بزمان خبر داده است. روز یکشنبه همچنین مراسم خاکسپاری 7 پاکستانی مقیم ایران که در سوریه کشته شدند در قم برگزار شده است. پاکستانی های مقیم ایران تحت عنوان گردان زینبیون به سوریه اعزام شده بودند. رسانه های جمهوری اسلامی از این افراد به عنوان مدافعان حرم حضرت زینب نام میبرند و میگویند آنها در جنگ با تروریست های تکفیری کشته شدند. به دنبال دور تازه حملات نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان در اطراف حلب همزمان با حملات هوایی روسیه، شمار تلفات نیروهای ایرانی در سوریه افزایش یافته است. عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری یمن بر ادامه مبارزه با حوثی‌ها تأکید کرده و گفته نبرد در یمن تا آزادی یمن از سلطه کودتاگران حوثی و منع دخالت ایران ادامه خواهد یافت. وی روز یکشنبه 8 آذر تصریح کرد از دستیابی ایران به اهداف خود در یمن با همه امکانات جلوگیری خواهیم کرد. به گزارش العربیه، آقای هادی که به مناسبت 30 نوامبر روز استقلال یمن سخنرانی میکرد گفت یمنی ها دولتی میخواهند که توسط شبه نظامیان قانونشکن اداره نشود، صاحبان قدرت در آن متنفذ نباشند و نیز مدعیان نمایندگی خدا بر زمین و وارثان حکومت های خانوادگی در آن جایی نداشته باشند. در همین حال منابع خبری یمنی روز یکشنبه 8 آذر اعلام کردند ابراهیم بدرالدین برادر رهبر حوثی‌ها در منطقه مرزی سعودی کشته شده است. به گزارش تلویزیون العربیه، برادر عبدالمالک حوثی در اثر بمباران جنگنده‌های ائتلاف عربی در شمال سعد کشته شده است. طبق این گزارش 8 تن از فرماندهان عالی رتبه حوثی ها نیز به همراه وی کشته شدند. ابراهیم بدرالدین به عنوان یکی از بازوهای قوی عبدالمالک حوثی رهبر کودتاچیان به شمار می رود. عبدالمالک پیشتر ابراهیم بدرالدین را برای اشغال صنعا و دیگر مناطق استراتژیک یمن اعزام کرده بود. ابراهیم بدرالدین همچنین فرماندهی عملیات نظامی محور سعده تا مناطق مرزی سعودی را به عهده داشت. در همین حال مقاومت مردمی یمن اعلام کرد ابو لیث القریانی یکی از رهبران برجسته حوثی‌ها نیز در منطقه مریس به اسارت نیروهای مقاومت مردمی درآمد. حمود سعید المخلافی فرمانده نیروهای مقاومت مردمی یمن نیز روز یکشنبه 8 آذر اعلام کرد نیروهای مقاومت عملیات نظامی شکست محاصره تعز را به صورت گسترده ای آغاز کردند. المخلافی گفت نیروهای مقاومت با پشتیبانی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی جبهه غربی را از شبه نظامیان حوثی و ساله پاکسازی می کنند تا شهر تعز از تیررس این گروه کودتاچی خارج شود. المخلافی گفت همکنون نیروهای مقاومت مردمی یمن مناطق استراتژیک مهمی مانند تیه قاسم و منطقه البعراره را در اطراف تعز از کنترل حوثی ها خارج کردند. فرمانده نظامی نیروهای مقاومت مردمی گفت عملیات آزادسازی از همه محورهای غربی شهر تعز آغاز و تا آزادسازی مناطق شرقی و شکست کامل ادامه خواهد داشت. طبق این گزارش جنگنده های ائتلاف چندین قایق را که در قالب ماهیگیری برای حوثی ها اسلحه و مهمات ارسال می کردند مورد هدف قرار داده و آنها را غرق کردند. در طی نشست فوق‌العاده اتحادیه اروپا در ترکیه که یکشنبه 8 آذر ماه در بروکسل برگزار شد، طرفین بر سر راهی تازه برای کند کردن موج مهاجرت به توافق رسیدند. اتحادیه اروپا برای تحقق اهداف خود در این راستا مشوق‌های گوناگونی برای ترکیه در نظر گرفته است.
بر اساس این توافق ترکیه 3 میلیارد یورو و برخی مشوق‌های سیاسی دریافت می‌کند تا در ازای آن کنترل مرزهایش را افزایش دهد و پناهجویان کنونی را در خاک خود نگه دارد. دونالد تاسک رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که این کمک در چند مرحله مطابق با اجرای تعهدات ترکیه در این زمینه به آنکارا داده خواهد شد و چگونگی انجام تعهدات ترکیه هر ماه رصد می‌شود. یکی دیگر از این مشوق‌ها رفع الزام درخواست ویزا برای شهروندان ترکیه است که قصد سفر به منطقه شنگن را دارند. این امر می‌تواند از ماه اکتبر سال 2016 یک سال زودتر از موعد برنامه ریزی شده به اجرا درآید، مشروط بر آنکه ترکیه در ازای آن کنترل مرزهایش با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یونان و بلغارستان و همچنین سواحل مرزی خود را افزایش داده و پناهجویان کنونی را در خاک خود نگه دارد. گفته می شود که در سال جاری میلادی بیش از 720 هزار پناهجو خود را از سواحل یونان به اروپا رساندند و اکثر آنان نیز از ترکیه گذشتند. احیای مذاکرات بر سر عضویت آتی ترکیه در اتحادیه اروپا از دیگر مشوق‌هایی است که آنکارا دریافت کرده است. جلوگیری از خروج آوارگانی که از شرایط پناهندگی برخوردار نیستند و همچنین پس گرفتن پناهجویانی که تقاضای آنان در اروپا رد شده و بازگردانده می شوند از دیگر تعهدات ترکیه در چارچوب این توافق است. مقامات ترکیه همچنین گفتند که قصد دارند با شدت و قاطعیت بیشتری با باندهای قاچاق انسان مقابله کرده و کنترل مرزهای ساحلی خود را افزایش دهند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه 8 آذر ماه در کنفرانس خبری مشترک با دونالد تاسک رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که کشورش دارد هزینه قصور و شکست نظام سازمان ملل متحد در حل نکردن مشکل بحران سوریه در مراحل اولیه این بحران را می‌پردازد. ترکیه میگوید بیش از 2 میلیون پناهجو و آواره سوری در این کشور به سر میبرند، اما سازمان عفو بین الملل میگوید از هر 10 نفر تنها یکی از دولت ترکیه کمک مالی دریافت میکند و بقیه به حال خود رها شدند. قرار است که دیپلمات‌های ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال جاری میلادی نخستین گام‌ها را در راه از سرگیری مذاکرات بردارند و در 3 ماه نخست سال 2016 نیز قدم‌های بعدی را بردارند. مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر به سردی گراییده و گفتگوها بر سر عضویت آتی ترکیه در این اتحادیه مسکوت مانده بود. اتحادیه اروپا با دیدی انتقادی سیاست‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را دنبال کرده و از عدم رعایت موازین دموکراسی و قانونمداری در این کشور انتقاد کرده است. شاید خود ترکیه هم فکر نمی‌کرد سرنگون کردن جنگنده روسی تا به این حد شرایط رو در منطقه پیچیده بکنه. ابراز تأسف آقای اردوغان برای آرام تر کردن روس‌ها هم طی روزهای گذشته نه تنها چاره‌ساز نبوده، بلکه از کرملین این پیام دریافت میشه که این عمل ترکیه لطمات بسیار جدی به روابط دو کشور وارد کرده که گویا به این سادگی‌ها هم ولادیمیر پوتین قصد نداره گره اخم‌هاشو باز بکنه. یک رشته تحریم‌های اقتصادی سخت بر علیه ترکیه یکی از گام‌های اولیه مسکو در این رابطه بود در واکنش به سقوط جنگنده خودش. بازرسی شدید محصولات غذایی ترکیه، ممنوعیت آژانس‌های توریستی روس برای فرستادن مسافر به ترکیه، همینطور متوقف کردن قرارداد لغو روادید دو کشور بخش از این تحریم‌ها هستش که البته هنوز این تحریم‌ها وارد حوزه انرژی نشده و باید دید در اون بخش که روسیه هم بزرگترین تأمین کننده گاز ترکیه است چه تأثیراتی رو شاهد خواهیم بود. اگرچه در این سو مقامات ترکیه مدام در این یکی دو روزه از ریشه دار بودن روابط خودشون با روسیه میگن و میگن که نباید یک مسئله اینچنینی وارد حوزه اقتصاد بشه و سعی دارن با لحن دوستانه تری موضوع خاتمه پیدا بکنه، اما شرایط بسیار پیچیده تر از این هستش. امید آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه همین بود که در نشست امروز تغییرات اقلیمی در پاریس با ولادیمیر پوتین همتای روس خودش دیدار بکنه، اما فعلا خشم روس‌ها بیش از آن است که با یک چاق سلامتی دیپلماتیک بشه این موضوع رو
رفع و رجوع کرد. در این حال روز یک شنبه دولت ترکیه اعلام آمادگی کرده برای تحویل جسد خلبان کشته شده روس که به دست ترکمنهای مورد حمایت ترکیه کشته شده. ترکیه میگه با هماهنگی‌های صورت گرفته جسد این خلبان ترکمن رو در مرز سوریه تحویل گرفته و آماده تحویل اون به روسیه هستش. اما ترکیه این روزها جدای از این تنش‌های بین‌المللی در داخل هم شرایط ناپایداری رو سپری می‌کنه که بی ارتباط با وقایع اخیر خارجی هم نیست. بازداشت و زندانی شدن سردبیر مشهور روزنامه جمهوریت جان دوندار به اتهام جاسوسی، موضوعی که شخصا از سوی آقای اردوغان شکایت اون مطرح شده و پیگیری میشه. در مورد این مسئله باید گفت که روزنامه جمهوریت چند ماه پیش با انتشار عکس و ویدئویی مدعی شده بود دولت ترکیه سال گذشته یک محموله مهمات برای گروه‌های تروریستی در سوریه فرستاده. دولت ترکیه اما گفته این محموله یک محموله دارویی و سلاح بوده برای کمک به ترکمن‌ها که در معرض تهدید داعش قرار داشتن. همینطور سه مقام نظامی ارشد ترکیه هم روز گذشته در همین ارتباط بازداشت شدند. این مقامات بازداشت شده ارتش کامین‌هایی که روزنامه جمهوریت از اونها صحبت می‌کنه رو و حامل اون محموله بوده متوقف کردن و مورد بازرسی قرار داده بودن که خشم دولت ترکیه رو در پی داشته. از سوی دیگه روز جمعه هم افراد ناشناس طاهر ایلچی رئیس کانون وکلای دیاربکر رو ترور کردن و وضعیت در مناطق کردنشین ترکیه هم به دنبال این حادثه متشنج‌تر از قبل شده. افزون بر آن که در استانبول هم معترضان به کشته شدن آقای ایلچی با پلیس ترکیه درگیر شدند. اگرچه آقای اردوغان و داوودوغلو به خانواده ایلچی تسلیت گفتند و قول دادند در این باره فوراً تحقیق و بررسی بشه، اما در کل شرایط مناطق کردنشین تحت تأثیر این حمله تروریستی متشنج هستش. سخنرانی آذر منصوری عضو حزب اتحاد ملت در دانشگاه آزاد یاسوج پس از درگیری فیزیکی تعدادی از بسیجی‌ها لغو شد. بنابر گزارش‌ها پس از لغو سخنرانی خانم منصوری یک زن چادری با چاقو به او حمله کرد. مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد یاسوج شعار دادن علیه خانم منصوری را تایید کرده اما حمله به او را تکذیب کرده است. سخنرانی معاون سیاسی سابق دبیرکل حزب جبهه مشارکت در دانشگاه آزاد یاسوج قرار بود صبح روز یک شنبه 8 آذر برگزار شود. عارف یزدانی دبیر تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد یاسوج گفته است پس از ورود خانم منصوری به سالن سخنرانی تعدادی از اصولگرایان به او حمله کردند که خانم منصوری سالن را ترک کرد. به گفته آقای یزدانی در این حین خانمی با چاقو به خانم منصوری حمله کرده که یکی از دانشجویان خود را حائل کرده و با چاقو ضربه خورده است. بر اساس این گزارش همچنین یکی از دانشجویان بسیجی با مشت به صورت یکی از دختران دانشجو زده و این دانشجوی دختر در بیمارستان بستری شده است. سخنرانی خانم منصوری در حالی لغو شده که به گفته محمد کاظم نظری فرماندار یاسوج این مراسم از هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی و شورای تامین استان مجوز قانونی داشته است. لغو سخنرانی خانم منصوری در یاسوج در شرایطی است که تنها یک روز قبل عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران بر تأمین امنیت سخنرانی‌های قانونی و برخورد با برهم زنندگان این مراسم‌ها تاکید کرده بود. وزیر کشور همچنین از تهیه شدن گزارش حادثه حمله به وزیر پیشین کشور خبر داده و گفته بود که پرونده سازمان دهندگان و برنامه‌ریزان این حادثه که بر عمل خود اصرار دارند به قوه قضاییه ارجاع می‌شود. پیش از این و در واکنش به حادثه اخلال در سخنرانی دو چهره اصلاح طلب در ورامین، غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه توصیه کرده است که سخنرانی هایی که ممکن است واکنش برخی گروه ها را به دنبال داشته و فضا را به هم بریزد اصلا برگزار نشود. در سالهای گذشته شکایات مربوط به حمله به تجمع های قانونی به تشکیل دادگاه منتهی نشده یا در مواردی چون حمله به علی مطهری در زمستان سال گذشته و حمله به علی جانی رئیس مجلس در 22 بهمن 91 متهمان مجازات نشدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری رسمی دولت بحرین گزارش داده که وزارت امور خارجه بحرین با احضار نمایندگی ایران در این کشور جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در امور داخلی بحرین کرده است.
احضار نمایندگی ایران در بحرین در ارتباط با سخنان اخیر آیت الله علی خامنه ای درباره بحرین صورت گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه گذشته 4 آذر در دیدار با فرماندهان بسیج از حاکمان بحرین به عنوان یک اقلیت ظالم صاحب قدرت نام برده بود که نسبت به مردم بحرین فشار و اهانت و تحقیر روا می دارد. خبرگزاری رسمی دولت بحرین از قول عبدالله عبداللطیف عبدالله معاون وزیر امور خارجه بحرین نوشته است سخنان علی خامنه ای در برگیرنده تحریکی سریع و نشان دهنده قصدی روشن برای برانگیختن اختلاف و برافروختن آتش تنش‌ها در منطقه است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای در دیدار با فرماندهان بسیج در رابطه با موضع جمهوری اسلامی در منطقه گفته بود نمی توانیم در نزاع جبهه استکبار با جبهه ارزش ها و استقلال طلبی بی تفاوت باشیم و بر همین اساس مواضع جمهوری اسلامی ایران در قضایای مختلف منطقه به ویژه موضوع فلسطین و مسائل بحرین، یمن و سوریه و عراق کاملا روشن و منطقی است. خامنه ای در حالی که از حمایت دستگاه های مدعی دموکراسی و حقوق بشر از کسانی که مردم یمن را آماج حمله قرار دادند انتقاد کرده بود، در رابطه با بحرین گفته بود گناه مردم بحرین چیست؟ آیا آنها خواهان چیزی جز حق رای برای هر یک از مردم هستند؟ آیا این دموکراسی نیست؟ مگر غربی ها مدعی حمایت از دموکراسی نیستند؟ خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز در روز یکشنبه همراه با انتشار خبر احضار کاردار سفارت ایران در بحرین بدون نام بردن از علی خامنه ای نوشته که وزارت امور خارجه بحرین مدعی دخالت مسئولان عالی رتبه ایران در سخنرانی های خود در امور داخلی این کشور شده است. تسنیم به بقایای سال 2011 در بحرین اشاره کرده و نوشته که خاندان حاکم بر بحرین برای سرکوب تظاهرات مردمی از اردن و پاکستان نیرو وارد می کند، اما وزارت امور خارجه این کشور مدعی است که این کشور از هیچ کوششی در حمایت از منافع شهروندانش دریغ نمی کند. حمایت جمهوری اسلامی از مردم بحرین در حالی است که خود اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران را در جریان انتخابات 88 به شدت سرکوب کرد و رهبران معترض را به حصر خانگی فرستاد. جمهوری اسلامی در حالی مدعی دفاع از حقوق شهروندان بحرینی است که بسیاری از ایرانیان شاهد موارد متعدد نقض حقوق بشر بودند. قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67، آزار، تجاوز و شکنجه زندانیان سیاسی در 37 سال گذشته، ربودن و سربریدن مخالفان و منتقدان، حبس و محروم کردن فعالان سیاسی و مدنی از حقوق شهروندی، سرکوب خونین مخالفان و محروم کردن زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از ابتدایی ترین حقوق، برگ‌هایی از کارنامه حکومت اسلامی در ایران است. این نخستین بار نیست که بحرین ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود کرده است. روابط ایران و بحرین در سال 2011 رو به تیرگی گذاشت. وزیر امور خارجه بحرین در ماه اکتبر گذشته در یک کنفرانس امنیتی در منامه ایران را خطری به بزرگی داعش برای کشورهای عربی خوانده بود. در اوایل ماه نوامبر 5 شهروند بحرینی به اتهام همدستی با سپاه پاسداران و خرابکاری به حبس ابد و سلب تابعیت محکوم شدند. همزمان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به عموم جوانان در کشورهای غربی تروریسم را درد مشترک دنیای اسلام و کشورهای غربی خوانده و در عین حال غرب را به تضاد سیاسی و برخورد دوگانه با تروریسم متهم کرده است. این نامه که دومین نامه آقای خامنه ای به جوانان کشورهای غربی است، کمتر از 1 سال پس از نامه اول منتشر شده است. رهبر از جوانان کشورهای غربی میپرسد چگونه ممکن است از یکی از اخلاقی ترین و انسانی ترین مکاتب دینی جهان که در متن بنیادین خود گرفتن جان یک انسان را به مثابه کشتن همه بشریت میداند، زباله ای مثل داعش بیرون بیاید.
نامه‌های رهبر جمهوری اسلامی به جوانان غربی در حالی انتشار یافته که سران جمهوری اسلامی نیز مانند گروه‌های تندرو اسلامگرا بسیاری از اعمال خشونت آمیز خود را با قوانین شرعی توجیه می‌کنند، چنان که در پرونده جنایت‌هایی مانند قتل‌های زنجیره‌ای و ترور چهره‌های برجسته مخالفان حکومت در خارج از کشور آشکار شده، حکم سربنیز کردن افراد توسط بالاترین مقام‌های حکومتی و شخصیت‌های مذهبی صادر شده است.